سلام. امروز قراره که راجع به جغرافیای امید با هم دیگه صحبت کنیم. اینجا پل صدره. سال 1392 پل صدر با یه سری بذاریم بگم که اراده معطوف به قدرت تو سال 92 ساخته شد. اون چیزی که برای مردم داشت این تصویر بود. یعنی ماحصل پل صدر برای مردم یه ترافیک روزمره و یک آسیب بسیار زیادی برای اون محله محسوب میشد. سال 1392 یعنی اواسط سال 2013 هلوهوش 1300 میلیارد تومان برای پل صدر هزینه شد. 1300 میلیارد تومان اون موقع میشه هلوهوش 410 میلیون دلار. اگه پل نیایش رو هم بخوایم حساب کنیم با این عدد، هلوهوش 4000 میلیارد تومان به گفته مدیران شهرداری هزینه شده برای پل صدر و تونل نیایش. 4000 میلیارد تومان یعنی هلوهوش 1 میلیارد و 250 میلیون دلار. حالا میخوام سر اطلاعات عجیب غریب بهتون بدم. تا سال در حال حاضر 56.2% از مردم دنیا دارن تو شهرها زندگی میکنن. این عدد تا سال 2030 به گفته سازمان ملل تا 70% یا 68% در حقیقت افزایش پیدا میکنه. یعنی هلوهوش هر 7 از هر 10 نفر 7 نفر دارن در شهرها تو دنیا زندگی میکنن. نکته جالب ترش اینه که تا سال 1950 این عدد 751 میلیون نفر بوده و از 1950 تا سال 2020 این عدد به 4.4 میلیارد نفر افزایش پیدا کرده. برای تهران اوضاع و برای ایران اوضاع یکم متفاوته. تو این نمودار نشون میده که از سال 1960 تا سال 2020 که الانیم ما یه صعود عجیب و غریب در میزان شهرنشینیمون داشتیم. به گفته بانک جهانی الان 75.3% مردم ایران دارن توی شهرها زندگی میکنن. ولی وقتی داریم راجع به شهر حرف میزنیم، داریم راجع به چه تایپولوژی از شهر حرف میزنیم؟ راجع به این تصویر یا اینجا میدون رسالته، خیلی زشته، شاید یکم شبیه شهربازی شده، یا راجع به این تصویر، اینجا جلوخان باغ عفیف‌آباد شیرازه. وقتی تهران رو گوگل میکنیم یه تصویرای خیلی خوشگل و قشنگ این شکلی میاد دیگه. کوه داریم و البرز داریم و یه ساختمونای بلندی داریم و باغ داریم تو شهر و اینا. ولی وقتی داری توی تهران لند میکنی تو با همچین تصویری مواجه میشی. دنسیتی عجیب و غریب شهر، عدم وجود فضاهای عمومی برای مردم و پابلیک سپیس کم، عدم وجود گرین سپیس یا فضای سبز یا خیلی از این عدمها رو با هم دیگه داریم میبینیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که شهر تهران که این تقسیم بندی معابر اونه، در حقیقت این معابر به خاطر حرکت ماشینا شهر رو پاره پاره کردن. یعنی هممون کلی محله شمالی جنوبی شرقی غربی میشناسیم که از وسطش یه اتوبان، یه بزرگراه، یه خیابون خیلی عجیب و غریبی رد شده که رسوندن ما از این محله به اون یکی محله رو خیلی با دردسر مواجه کرده. نکته دیگه ای که راجع به تهران خوبه بدونین اینه که امروز شهر تهران هلوهوش 20000 کیلومتر پیاده رو داره. یعنی 20000 کیلومتر عدد پیاده روهای تهران حدوداً، حالا تقریب و اشتباه منم بپذیرین، ولی پیاده روهایی که به جایی نمیرسن. نکته جالبش اینه که خیلی از این پیاده روها رو که میرسی به یه ترانشه شهری، میرسی به یه اتوبان، میرسی به یه جایی که رسوندن خودت به اون بر اتوبان بسیار کار مشکلی شده. یعنی ما شبکه، حالا بذار اینجا مثال بزنم بعدا اونو میگم. مثلا اینجا پارک پردیسان نزدیکترین پارک به محله، یعنی نزدیکترین محله به پارک پردیسان محله شهرک غربه، ولی فقط از یک پل عابر پیاده وسط اتوبان همت به محله شهرک غرب پارک پردیسان راه داره. یا مثلا یه مثال خنده داره دیگه، اهالی گیشا خیلی خوب میدونن، برج میلاد از بهترین جایی که ویو داره محله گیشا، ولی از تنها جایی که راه نداره محله گیشا. یعنی انگار که فقط یه نماد برای محله گیشاست.
و کلی از این مسیرهای دیگه. ما توی پروژه تونستیم 50 تا هولوحش از این نقطه ها رو پیدا کنیم که انفصالای گپ های عجیب و غریب شهری بودن. نکته بدتر اینه که چرا این در حقیقت پدیده به وجود اومده؟ به خاطر مدل شهرسازی مونه. یعنی سالای 1950-60 که اوج در حقیقت گسترش ماشین در دنیا بوده و شهرسازایی هم که اون موقع در تهران حاضر بودن، شهرسازایی بودن که تحصیل کرده امریکا بودن، بنابراین اون چیزی که به عنوان مستر پلن تهران به وجود اومده با موجب جدا شدن محله ها از همدیگه شده، موجب به وجود اومدن در حقیقت اتوبان های فراوون شده تو سطح شهر و ما اون چیزی رو که داریم در حقیقت باهاش مواجهیم یه همچین پدیده ایه که این هولوحش اتوبان کردستان و برج تهران یا اینجا. یعنی اتوبان‌ها با خیال راحت اومدن بافتای مسکونیمون رو شکافتن بدون اینکه توجه کنن چه چیزایی داره از بین میره و اینجاست که سوال پیش میاد که خب مردم دارن استفاده میکنن از این، یعنی اینو همه میگن که مردم دارن از این راه‌ها استفاده میکنن، این خودرو برای راحتی مردمه، مردم این شکلی خودشون تو شهر بیشتر حاضرن، ولی اگه لایه ترافیکی تهران رو برداریم آیا راهی وجود داره که اصلا حضور شهروندا رو تو شهر اندازه‌گیری کنیم ببینیم چقدره؟ این موبایلایی که دیگه دست هممونه امروزه خیلی زیاد به ما این قابلیت رو میده. مثلا اپلیکیشن های محلی خیلی به ما میتونن بگن، اپلیکیشن هایی که مال خودمونن مثل پیاده، مثل بلد و بقیه اپلیکیشن ها خیلی زیاد میتونن به ما بگن که یوزرهاشون کجان چه استفاده هایی دارن ازش میکنن. مثلا یه اطلاعات غیر رسمی که از بلد گرفتیم اینه که هولوحش 10,000 سفر روزانه مردم دارن برای حمل و نقل عمومی درخواست میکنن که مسیریابی کنه براشون. خب این عدد بالاییه، یعنی اگه بخواین باهاش مواجه بشین 10,000 نفر برای کسایی که نمیدونن مسیرشون روزمره کجاست، باقی ملتی که دارن استفاده میکنن که میدونن بعد از چه مسیری هر روز در حقیقت گذر کنن. یا یه عالمه دیتای دیگه ای مثل توییتر با این که در ایران فیلتره ولی وجود داره که آدمایی که وقتی توییت میکنن لوکیشن خودشونم میگن که کجان یا از یه منظره عکس گرفتن، یا اتفاقی که توی در حقیقت توی ریسورس های مثل ویکی‌پدیا، گوگل پلیسز یا فورسکوئر، این جاهایی که آدما عکس میگیرن و لوکیشن های خودشون رو میزنن، دیتای بسیار زیادی رو داره، دیتای محلی و نقطه‌ای بسیار زیادی رو داره در تهران و در همه دنیا در حقیقت داره ریکورد میکنه. یکی دیگه از این اپلیکیشن ها که خیلی به کارمون میاد این اپلیکیشن هایی هن که مردم برای ورزش استفاده میکنن، مثلا استراوا، فیت بیت یا اپلیکیشن هایی از این نوع. این اپلیکیشن ها خیلی جالبی که داره اینه که خب مسیرهای آدم ها رو ترک میکنه دیگه، تو میخوای بدونی چند کیلومتر دویدی، از کجا به کجا رفتی و اینا، همش داره در یه دیتابیسی در حقیقت استور میشه و ذخیره میشه همه اینا. هر خط زردی که میبینین بیشتر از 6,000 سفر درش انجام شده، یعنی همه آدم بیشتر از 6,000 نفر اون مسیر رو رفتن. این برای در حقیقت دوچرخه سواریشه و این برای پیاده رویه. خب میبینین این خیلی اطلاعات جالبی میده، ولی چه شکلی؟ مثلا این نقشه هولوحش تجریش، اون لکه در حقیقت زردی که اون گوشه میبینین مجموعه ورزشی انقلابه، برامون این خودتون میتونین لوکیت کنین ببینین چه خبره در سطح شهر و چقدر مردم دارن ازش استفاده میکنن. یا مثلا اینجا که هولوحش پارک پردیسانه و میبینید که رینگ دور پارک پردیسان و اون پارک کنارش چقدر زیاد اکتیوه در سطح شهر. یا مثلا پارک چیتگر که میبینین چقدر زیاد برای دوچرخه سواری و اینا استفاده میشه و همه محله های تهران. خلاصه ما تونستیم که از روی همه این دیتاهایی که یکی یکی براتون گفتم هولوحش 459 کیلومتر مسیر پیاده و دوچرخه اکتیو در تهران بکشیم بیرون، یعنی استخراج کنیم. 459 کیلومتر ما مسیر داریم که الان به شدت اکتیوه و مردم دارن برای ورزش کردن یا رفت آمدشون از اون استفاده میکنن و ریکوردش میکنن. حالا آرزوی بزرگمون چیه برای تهران؟ آرزوی بزرگمون اینه که بتونیم یه تهرانی داشته باشیم که وقتی داری توی مسیر پیادش راه میری به ترانشه و اتوبان و چیزای عجیب غریب شهری برخورد نکنی، یعنی تهرانی که از نظرمون قابل پیاده روی باشه، قابل سکونت باشه و متصل باشه به هم دیگه، ولی نه برای ماشین، برای آدم ها متصل باشه تو شهر.
یه پروژه‌ای رو تعریف کردیم بین در حقیقت استودیوی خودمون، یعنی پلتفرم تهران، شبکه پیاده و شهرداری تهران، که در حقیقت اسم این پروژه مسیر زندگیه. توی مسیر زندگی با همه اون دیتاهایی که گفتم خیلی خلاصه اومدیم هلوهوش 600 نقطه شهری رو استخراج کردیم که اینا نقاط پرطرفدار شهری بودن. این نقاط رو بر اساس حمل و نقل عمومیمون و نتورک مترو به همدیگه وصل کردیم. 791 مسیر به وجود اومد و این مسیرها این شکلی میتونستن به همدیگه وصل بشن بر اساس نقاط پرطرفدار. 1373.7 کیلومتر مسیر احتیاج داریم برای اینکه بتونیم کل شهر رو به همدیگه وصل کنیم، یعنی بتونیم یک شبکه جامع پیوسته پیاده برای شهر تهران درست کنیم. بعد فکر کردیم که آقا ما که قرار نیست مثل آرشیتکت‌ها و دیزاینرهای یا اربانیست‌های دهه 50-60 تنهایی این کار رو بکنیم. با همکاری پلتفرم پیاده یه وب اپلیکیشنی به اسم مسیر زندگی دیولپ کردیم و اینو کراود سورسش کردیم، یعنی موضوع رو با مردم در میون گذاشتیم و ازشون خواستیم که این مسیرها رو برن و به ما بگن که چه خبره. توی 15 روز یه چیزی هلوهوش 1000 خورده نفر به ما راجع به این مسیرها در حقیقت اطلاعات دادن، انگار این که فکر کنین 1000 نفر در این پروژه شریک شدن که بخوایم یک مسیر و شبکه جامع پیاده‌ای رو برای تهران داشته باشیم. برای ما خیلی عدد خوشایندی بود. داستان این شکلی بود که مسیرها رو به آدما میدادیم و هر کی تو هر نقطه‌ای که وجود بود میتونست نزدیکترین مسیر رو به خودش ببینه و بر اساس اون به ما دیتا راجع به مسیر بده و بگه که آیا اونجا مناسب پیاده روی یا دوچرخه سواری هست یا نه، یا نورش خوبه بوده بعد میاد، یه سری دیتا این شکلی بگیریم ازش. دیتایی که اهمیت داره برای یک نفر که داره پیاده روی میکنه و ما میتونستیم با اون دیتا شروع کنیم به طراحی کردن. خلاصه 1373.7 کیلومتر مسیر پیاده برای تهران لازمه که اینو بتونیم به همدیگه وصلش کنیم. اما پروژه و به خاطر عدد عجیب و غریبی که داره یه سوال بزرگ برای هممون درست میکنه و اونم اینی که چقدر پولش میشه بخوایم این کار رو بکنیم. با یه اطلاعات خیلی حدودی ولی دقیق میتونم بگم که هر یک کیلومتر بهسازی مسیر پیاده یا دوچرخه هلوهوش 1 میلیارد تومان هزینش میشه، یعنی برای کل مسیر ما هلوهوش 1373 میلیارد تومان هزینه لازمه، هزینه‌ای که تقریباً برابری میکنه با هزینه ساخت پل صدر. مخلص.